بعد از پستانداران اولیه، زنبورهای عسل پیچیده ترین زبان نمادین روی کره زمین رو دارن. این حشرات دارای بیش از 1 میلیون نورون یا سلول عصبی در مغز خودشون هستن و از تعداد زیادی از اونها جهت برقراری ارتباط با هم استفاده میکنن. در این میان، زنبورهای کارگر در طول زندگی خودشون وظایف مختلفی رو بر عهده دارن. برخی از زنبورها هم پس از یافتن گلهای مناسب به کندو برمیگردن و اطلاعات دقیق در مورد یافته های خودشون رو با دیگر زنبورها به اشتراک میذارن. جالبه بدونید اونها این اطلاعات رو به وسیله نوعی رقص پیچیده به سایر افراد کندو منتقل میکنن. زنبور عسل کارگر نمیتونه حجم زیادی از گرده گلها رو با خودش به کندو ببره. بنابراین قبل از عزیمت به کندو از حدود 50 تا 100 گل بازدید میکنه. او روزانه این سفرهای کوتاه رو بارها و بارها تکرار میکنه که این موضوع باعث سایش بالها و ایجاد زخمای زیادی در بدنش میشه. به همین علت زنبورهای پرکار و سخت گوش که وظیفه حمل دانه گرده رو به کندو دارن عمر کوتاهی دارن و تنها ممکنه 3 هفته زندگی کنن. زنبورهای کارگر با صرف انرژی و دقت فراوانی همواره کندو رو تمیز نگه میدارن. ملکه تنها زنبوری هست که مدفوع خودش رو درون کندو میریزه. اما زنبورهای ویژه‌ای هم وجود دارند که پس از هر بار دفع ملکه و کلونی رو تمیز میکنند. به طور کلی زنبورهای عسل اونقدر وظیفه شناس هستند که سعی میکنند خارج از کندو بمیرند تا اجساد اونها مواد غذایی رو آلوده نکنه و تهدیدی برای سلامت نوزادان نباشه. جوانترین زنبورهای کارگر موم رو میسازند و با استفاده از اون شونه های کندوی عسل رو تشکیل میدن. 8 جفت غده در قسمت زیرین شکم قطرات موم رو تولید میکنه. این قطرات هنگام قرار گرفتن در معرض هوا سخت و سیمانی میشن و همون کندوی میشن که ما میبینیم. در این میان ملکه میتونه 3 تا 5 سال زندگی کنه. او یه هفته پس از خروج از تخم جهت جفتگیری از کندو خارج میشه. اگه اون نتونه طی 20 روز جفتگیری کنه، توانایی تولید مثلی خودش رو برای همیشه از دست میده. ملکه پس از جفتگیری دیگه نیازی به جفتگیری مجدد نداره. او اسپرم ها رو در فضای خالی در بدنش نگه میداره و از اونها جهت بارور کردن تخم ها در طول عمر خودش استفاده میکنه.